در اینجا همراه هستیم با مهمان برنامه دکتر ثناورق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، تا چند سوال هم با ایشان مطرح کنیم. سلام میکنیم خدمت شما و خوش آمدید به این گفتگو. سوال اولم اینه که میگن در جریان پرونده اسدالله اسدی مقامات بالای رژیم مسئولند. لطفاً از نظر حقوقی بگین این به چه معنیه؟ بله، اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه هممیهنان عزیز و با تبریک به مناسبت برگزاری این کنفرانس بسیار موفق در آنلاین البته، ولی خب واقعیت اینه که در بروکسل مرکز این برنامه بود به خاطر اینکه کیس در بلژیک جریان داره. عرض شد خدمت شما که وقتی صحبت میکنیم از اینکه مقامات رژیم، مقامات بالای رژیم در این کیس درگیر هستن، از ابعاد مختلف میشه این نکته رو یا این واقعیت رو نشون داد یا فهمید یا اثبات کرد. یکی از نظر اطلاعاتی خیلی روشن، خب ما اطلاع داریم، میدونیم که از داخل رژیم اطلاع داریم که شورای عالی امنیت رژیم در یک زمان مشخص تشکیل شده، با شرکت مقامات بالای رژیم بوده، به ریاست حسن روحانی بوده، وزرای رژیم در اون شرکت داشتن، از جمله وزیر اطلاعات و وزیر خارجه، مقامات نظامی رژیم شرکت داشتن، از جمله پاسدار هلاک شده قاسم سلیمانی هم در اون جلسه شرکت داشت. در این جلسه تصمیم‌گیری کردن و بعد این تصمیم رو به تایید خامنه‌ای رسوندن و خامنه‌ای در واقع دستور اجرای این پروژه رو داد. خب این اطلاع دیگه، این یک به اصطلاح یک برش از واقعیت. یه برش دیگه از واقعیت یک منطق سیاسیه. به نظر من با منطق سیاسی هر آدم سیاسی معقول، هر آدم عاقل به اصطلاح، هر آدم منطقی که به این کیس نگاه بکنه که رژیم تصمیم داشت که بیاد ویلپنت رو منفجر بکنه، بله، در اونجا بمب منفجر بکنه و در واقع به نوعی تعادل اروپا رو به هم بزنه، ده ها نفر و شاید صدها نفر رو بکشه، رهبر رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو هدف قرار بده، خب چنین تصمیمی منطق حکم میکنه، منطق سیاسی حکم میکنه که امکان نداره، جز اینکه من با به قول معروف با ضرس قاطع اینو میگم که نه فقط در کلیت بلکه در اجزا توسط شخص خامنه ای و بالاترین مقامات و مشاورین اون مورد به مورد مداقه، ارزیابی و بررسی قرار گرفته و بعد مورد به مورد تصدیق کردن. بنابراین مسئله سیاسیه. به نظر فهمش بر هر آدم سیاسی روشن. آیا اما منظور شما اینه که چنین چیزی که توسط بالاترین مقامات دستور داده شده در دادگاه های اروپا معتبره به عنوان حقوقی؟ هر شبت خدمت شما که اینکه در دادگاه چی قابل معتبر اون بحث دیگه است. من دارم در واقع منطق دستگار دارم میگم. ببین منطق سیاسی حکم میکنه که چنین عملیاتی امکان نداره. اولا که این خیلی روشنه، خود ظریف گفته، بقیه گفتن، ما میدونیم، مقامات از داخل رژیم اطلاعات داریم، میدونیم که حتی کوچکترین عمل تروریستی هم یه نفرم ترور کنن خامنه‌ای با دستور بده. چرا؟ برای اینکه ارتکاب یک جرم تروریستی در یک کشور دیگه که در واقع حاکمیت اون کشور رو نقض میکنه، این نمیتونه همینجوری به قول برخی از اطراف خودسرانه صورت بگیره. بله. امکان نداره. خودسر یک نفر بیشتر نیست که خامنه‌ایه، اون ممکنه خودسر تصمیم بگیره، بنابراین عمل خودسر وجود نداره. وقتی عملیات در این ابعاد میشه که به قول آقای وکیلمون آقای کریستوف مارشان بزرگترین عمل تروریستی قرن 21 هست، که هست و میتونست باشه، بنابراین دیگه نمیتونه. من میگم نه فقط تصمیمش رو خامنه گرفته، بلکه بی تردید در منطق سیاسی دارم میگم میباید با تمام اجزا و جزئیات مورد بررسی، مورد به مورد، گام به گام اون قرار گرفته باشه و مورد تصویر قرار گرفته باشه. این هم یک بحث. یه بحث دیگه در واقع منطق حقوقیه. شما چون منطق حقوقی سوال دارید، من جواب حقوقی میدم. نگاه کنید اون کسی که درگیر این کیسه اسمش هست اسدالله اسدی. اسدالله اسدی کیه؟ چجور توصیف میشه؟ چجور تعریف میشه؟ اسدالله اسدی دو تا تعریف داره. یک دیپلمات عال رتبه است. اینم حرف ما نیست، حرف خود رژیمه. روزنامه خود رژیم نوشتن دیپلمات ارشد. بله. از طرف دیگه یک افسر عال رتبه وزارت اطلاعاته. خب کسی که افسر وزارت اطلاعاته و کسی که کارمند دیپلماتیک وزارت خارجه است، اینا در تعریف حقوقی تحت فرمان عمل میکنند. وقتی تحت فرمان عمل میکنند، بنابراین فرمانده اونها به لحاظ حقوقی مسئوله. نه فقط فرماندهش مسئوله، فرمانده فرماندهش هم مسئوله. نه فقط فرمانده همینجور سلسله به اصطلاح فرماندهی میره تا عالی ترین مقام کشوری. یعنی حالا من میگم که حتی اگر اطلاعات هم نداشتیم، اگر منطق سیاسی هم وجود داشت، با منطق خشک حقوقی استدلال بسیار متقنی هست که وقتی اسدالله اسدی به عنوان دیپلمات و چه به عنوان یک افسر وزارت اطلاعات
مرتکب این عمل میشه، بنابراین کل این زنجیره فرماندهی در واقع مسئولیت دارن. حالا اسدالله اسدی از اونجا که دیپلمات، بنابراین به طور مشخص مسئولش سفیر رژیم در وین هست، در اتریش، بالای اونم شخص جواد ظریفه، بالای جواد ظریف میشه روحانی. از طرف دیگه از اونجا که افسر وزارت اطلاعاته، بنابراین نفر بالاش میشه فرض کنید همین رضا امیر مقدم یا سعید هاشمی مقدم، هر کدوم که باشن یا هر دو که باشن، اونام وصلن به محمود علوی. باز از این طریق هم وصل میشه به کی؟ وصل میشه به خامنه‌ای، به روحانی و بعد به خامنه‌ای. بنابراین دستگاه سلسله فرماندهی، دست زنجیره فرماندهی از دو طرف میرسه به بالای رژیم، یعنی به شخص روحانی و بعد هم به خامنه‌ای. این منطق حقوقیه، اینم در واقع ما اختراع نکردیم، این در واقع در مورد تمامی کسانی که افسر نظامی هستن یا دیپلمات هستن و این به سمت دارن و در موردشون اجرا میشه. به این ترتیب هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ منطق خشک حقوقی و منطق استقلال حقوقی، این دستگاه در واقع دستگاه همه جانبه است، یعنی کلیت رژیم، هیرارشی رژیم به قول معروف یا سلسله مراتب رژیم، همه درگیر این کیس بودن و همه هم مسئول هستن و همه هم باید حساب پس بدن. بله، توضیحات خیلی روشنگری بود که چطوری در واقع یک پرونده تروریست شخصی نیست، یک پرونده تروریست دولتی محسوب میشه. قبل از اینکه سوال بعدی رو بکنم، اطلاع میدن که آقای حسین آبدینی از اعضای شورای ملی مقاومت در انگلستان همراه ما هستن. آقای آبدینی سلام میکنیم خدمت شما. اجازه بدید اولین سوالم از شما بپرسم، بعد ادامه میدیم با هر دو میهمان عزیز این برنامه. شما خودتون قربانی عملیات تروریستی رژیم هم بودید و همه بینندگان به این واقفند. کنفرانس بلژیک رو مشاهده کردید. به عنوان اولین سوال نظرتون چیه؟ با سلام به شما و با سلام و درود به بینندگان عزیز سیمای آزادی در داخل ایران و در سراسر جهان، و با سلام به میهمان گرامی برنامه‌تون آقای دکتر زاهدی. خب من فکر می‌کنم که توضیحات کافی رو خود آقای سنابرق زاهدی دادم، ولی من خدمتتون بگم که این در واقع یک ضربه بسیار مهلک و کمرشکن به رژیم آخوندی هستش، و در واقع همونطوری که در کنفرانس هم ازش در رابطه با این پرونده صحبت شد، به عنوان مهمترین پرونده حقوقی، سیاسی و امنیتی در تاریخ 40 ساله تروریسم حکومتی رژیم آخوندی هستش. در واقع میشه گفت که این یک واقعه بی‌نظیر در کل تاریخ هستش که یک دیپلمات، به اصطلاح دیپلمات در حال خدمت در یک کشور اروپایی دستگیر شده و داره محاکمه میشه. هیچ مورد مشابهی در 40 سال گذشته و در کل تاریخ وجود نداره. ما داریم در رابطه با رژیمی صحبت میکنیم که در واقع یا خودش مستقلن عملیات تروریستی رو، بیش از 450 عملیات تروریستی علیه اپوزیسیون ایران، اعضا و هواداران مقاومت ایران، سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت و سایر ایرانیان و همچنین شهروندان کشورهای اروپایی و کشورهای جهان طی این سالها انجام داده، و یا خودش مستقلن و یا اینکه اونها رو طراحی کرده. بعضا نیز نقش رژیم در گذشته، ما مواردی داشتیم به طور مشخص 2 مورد که نقش رژیم تا حدودی مشخص شده بود، ولی هیچ موردی نبوده که یک مقام رسمی رژیم اون هم در این سطح گیر افتاده باشه در این جریان. ما در پرونده ترور آقای قاسملو شاهد بودیم که در وین خواستار محمد علی سهرارودی، در حالی که مجروح هم شده بود و در بیمارستان بود، ولی سریعا با زد و بند اون رو به ایران برگردوندن، یا دو تا از قاتلان دکتر کاظم شهید، شهید بزرگ حقوق بشر، هم 3 سال بعد در فرانسه دستگیر شدن، ولی به رغم درخواست سوئیس برای استرداد اونها در یک معامله کثیف و زد و بند دولت فرانسه اونها رو به ایران برگردوند. پس اولا این واقعه در کل دنیا بی‌نظیر، ثانیا یعنی اولین باره که یک مقام رسمی رژیم در حین ارتکاب جرم دستگیر و زندانی میشه. موضوع دوم این که از زمان دستگیری، یعنی از تیر ماه سال 97 تا امروز که اول آبان ماه 99 هستیم، یعنی بیش از 2 سال اندی است که اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و 3 نفر از همدستانش ماموران رژیم آخوندی در زندان هستن، و نگه داشتن متهمین
قبل از محاکمه به مدت 2 سال اصلا یک امر معمول و رایجی نیستش. پس میبینیم که این پرونده به لحاظ قضایی نیز بسیار مهم هستش. موضوع سومی که طی 2 سال و چند ماه گذشته فی الواقع رژیم آخوندی هیچ تلاشی برای دربردن اسدی کوتاهی نکرد، در حیطه دیپلماتیک به اشکال مختلفی مسئله رو دنبال کرد، از خود ظریف گرفته تا سفرای رژیم در کشورهای مختلف. چون آزاد کردن اسدی از زندان و متوقف کردن پروسه تحقیقات قضایی برای رژیم واقعا یک مسئله حیاتی بوده و هست، ولی تلاش‌های رژیم به جایی نرسید. نکته چهارم هم که خب ما هم در این طی این کنفرانس شنیدیم، هم قبلا خبرگزاری رویتر این مسئله رو فاش کرد، رژیم وقتی که تمامی تلاش‌هاش به جایی نرسید و تیرهاش به سنگ خورد، در استیصال مطلق و در حالی که کاملا ناامید شده و اومد دست به ریسک بزرگ دیگه ای زد و یک صحبت‌های دیکته شده ای رو به اسدی داد که رویتر اون رو افشا کرد و این نشون میده که چقدر این مسئله برای رژیم حیاتی است. و اگه اجازه بدیم من نکته آخر رو هم خدمتتون بگم. بله خواهش می‌کنم. چون فکر می‌کنم از همه مهمتر و مهمترین قسمت اطلاعات افشا شده که ما در مقالات روزنامه‌های لوموند و روزنامه‌های بلژیکی استاندارد، دمورگن و اگه اشتباه نکنم لوسوار، نتیجه گیری تحقیقات سرویس های امنیتی بلژیک رو شاهد بودیم که بهش اشاره کردن و که گفتن این ابتکار اسدی نبوده و کل رژیم پشت این جنایت بوده و این همون کابوسیه که رژیم ازش بسیار وحشت داره. البته شواهد انقدر بارز هست که قبل از این اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات رژیم و همینطور معاون وزیر اطلاعات و شخص اسدی رو در لیست تروریستش قرار داده، ولی این بار در یک پروسه تحقیقاتی و قضایی به نتیجه رسیدن که خوب اهمیت خیلی بیشتری داره. من فکر میکنم همه این دلایل بسیار مهمی هست که ما کیفن بعد از پایان این دادگاه و محکوم شدن اسدالله اسدی با صحنه جدیدی به لحاظ بین‌المللی مواجه خواهیم شد بین رژیم و مقاومت ایران و مردم ایران. بله با تشکر. من سوالات دیگه هم دارم. برمیگردیم به آقای زاهدی. یک سوال دارم از آقای زاهدی. در بین خبرها اشاره شده به علی ماجدی، سفیر رژیم در آلمان، که گویا زمان دستگیری دیپلمات تروریست رژیم این سفیر آلمان بوده. این ماجرای این علی ماجدی در این قضیه چی بوده؟ بله عرض شد خدمت شما که فکر میکنم بحث علی ماجدی به طور منطقی ادامه همون بحث قبلی که خودم کردم و همینجور برادر عزیزمون حسین آبدینی کرد که بحث این هست که در واقع تمامیت رژیم درگیر این جنایت بودند و بنابراین الان که زمان حسابرسی و پاسخگویی رژیم فرا رسیده، احساس به اصطلاح ترس شدیدی تمامیت رژیم رو فرا گرفته، بنابراین رژیم نسبت به هر مسئله مربوط به این کیس حساسیت ویژه‌ای از خودش بارز میکنه. البته طبیعی است که رژیم تلاش میکنه که خیلی این حساسیت رو بارز نکنه، ولی موضوع مربوط به علی ماجدی فکر میکنم شاید یکی از برجسته‌ترین نقاطی هست که این حساسیت بسیار خوب بارز شده. علی ماجدی همجور شما گفتین در زمانی که اسدالله اسدی در آلمان دستگیر شد، یعنی در روز 1 ژوئیه 2018 که الان فکر میکنم شد 9 تیر ماه یا 10 تیر ماه 97، در اون زمان علی ماجدی سفیر رژیم بوده در آلمان. علی ماجدی هم یک سفیر به اصطلاح تام الاختیار، سفیر با سابقه، حتی زمانی مدتی معاون وزرای مختلف رژیم بوده، بنابراین یک سفیر با سابقه و با تجربه رژیم بوده، فکر کنم به حدود بیش از 30 سال سابقه در وزارت خارجه. خب این شخص وقتی که اسدی دستگیر میشه، به طور طبیعی تمامی و به طور منطقی تمامی فعل‌وفعالات مربوط به رژیم آخوندی در تهران با دولت آلمان که اسدی رو دستگیر کرده بوده از کانال علی ماجدی حل و فصل می‌شده. بنابراین این شخص به اصطلاح واقف هست به اینکه چه گذشته در اون روزها بین رژیم و بین آلمان. حالا علی ماجدی بعد از این مدت کوتاهی پس از این داستان اعلام کردن که چون سنش زیاد بوده استعفا کرده، یا مثلا قانونه که سن زیاد، من نمیدونم این قانون از کجا اومده دفعه، ولی به هر حال گفتن چون سنش زیاد بوده چیز شده دیگه، کنارگیری کرده، تموم شده، آره استعفا کرده، کارش تموم شده. احتمالاً اینم شبیه بعضی از اون وقایعی است که اتفاق میفته که رژیم با همین منطق
اعلام میکنه. خب به هر حال از کار برکنار شد، از کار برکنار شد، بعد مصاحبه کرد که اگر من دقت دقیق بگم در تاریخ 3 بهمن 97 مصاحبه کرد با خبرگزاری ایسنا. این مصاحبه بسیار مفصلیه، در اون راجع به سیاست‌های رژیم در اروپا و اینا بحث کرده. بخش زیادی از این مصاحبهش برمیگرده به همین موضوع که من برخی از نقاط این مصاحبه رو میخونم و بعد نتایج اون رو خدمت شما عرض میکنم. بله خواهش می‌کنم. ازش میپرسه خبرنگار خبرگزاری رژیم ایسنا، میپرسه که زمانی که آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در وین در آلمان دستگیر کردند، شما در اون زمان سفیر ایران در این کشور بودید، آیا اطلاعی از وضعیت پرونده وی دارید؟ جواب میده که من نیز در مورد این موضوع همون قدر میدانم که شما میدانید، یعنی هیچی نمیدونم. حالا که البته این واقعی نیست حرف. ما در سفارت ایران در آلمان تلاش زیادی کردیم که ایشان به بلژیک استرداد نشوند، اما این تصمیمی بود که در داخل اتحادیه اروپا گرفته شده بود. وقتی ما در این زمینه اعتراض کردیم، طرف‌های اروپایی به ما گفتند که این یک دستور اروپایی است و قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه است. حالا ادامه میده، همون چیزی که ما در داخل کشور به طرف‌های خارجی میگوییم. خیلی جالبه، میگه ما چجور خودمون میگیم که قوه قضاییه مستقله، هر کاری می‌خوایم می‌کنیم. خودم دستگیر کردن، گفتن قوه قضاییه است، رفتی به قوه اجرایی نداره، بنابراین به شما مربوط نیست، یعنی دولت نمیتونه دستور بده، دولت مثلا دخالت نمیکنه. بعد وارد یک بحثای دیگه در واقع میشه که به نظر اون بحثا بسیار مهمیه، اونم این هست که خب علی ماجدی سفیر رژیم بوده، بنابراین مدافع رژیم هست، بنابراین تو همین مصاحبه هم دقیقاً از منافع رژیم دفاع میکنه، دقیقاً علیه مجاهدین موضع گیری میکنه، علی رغم اینکه میدونه واقعیت چی بوده. ولی نکته رو که مطرح میکنه این هست که میگه که میتونه این عمل از جمله اعمال خودسر باشه، همین که قبلا اشاره کردیم. میگه خب اگر که این عملیات خودسره، خب پس باید بگیم که خودسره. حالا ببین چجوری حرف میزنه. میگه باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات ها و یا خودسری ها میتوان منافع ملی کشور را تامین کرد، به صراحت گفت تصورها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت بلکه ضد قدرت است. یعنی در میگه نگاه کن، این کاری که دارین میکنین، این کار تروریستی که میکنین، اینا به ضررمونه. خالص در کلام به ضررمونه. ضرر کیه؟ به ضرر رژیم آخوندیه، نه به ضرر مردمه، به ضرر رژیمه. خب بعد میگه که ما در حال حاضر، جالبه، سوال ازش میکنه، میگه در حال حاضر به غیر از برجام ما با چالش های دیگری با اروپا مواجه هستیم. چنان که میبینیم دانمارک، هلند و آلبانی اقدام به اخراج دیپلمات‌های ایران کردند، به این بهانه که ایران می‌خواسته اقدامات تروریستی در کشورها انجام دهد. از طرف دیگر شاهد دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان هستیم. جدا از اینکه ادعاها مطرح شده از سوی اروپا در مورد ایران درست است یا نه، خلاصه شما چطور می‌بینید؟ جواب میده که اروپایی‌ها، اینجا به اصطلاح اون نقطه کانونی و مرکزی حرفشه، میگه اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آوردند که ما نمیتوانیم آنها را به راحتی رد کنیم. پس بنابراین میگه اونها به ما اسنادی داده کردند در مورد دخالت اثری در این کار و همینجور در بقیه موارد که ما نمیتونیم رد بکنیم. بعد میگه که اونها با یک دوگانگی در سیاست ایران مواجه شدند. اونها شواهدی برای ادعای خود دارند که میتوانند روی آن دست بگذارند. و در اینجاست که من میگویم این اقدامات به احساس اعتماد و امنیت، احساس اعتماد و امنیت را دچار مشکل می کند. روابط بین المللی مبتنی بر احساسات نیست، بلکه مبتنی بر واقعیت است. به یک حرکت اشتباه هرچند کوچک می تواند این احساس امنیت را از بین ببرد. ما در داخل کشور با موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم. آیا می توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه از این اتفاقات رخ نمی دهد؟ خب نگاه کنیم، داره خط میده به اصطلاح که اگر میخوایم هم قبول کنیم، حداقل بگیم که بابا این عملیات خودسر بوده. اینجوری که نمیشه که. حالا سوال بازش میکنه، میگه با توجه به این سخنان، یعنی شما میگویید ما در خارج از کشور شاهد انجام برخی عملیات خودسرانه از سوی ایران هستیم بدون اینکه دستگاه های مسئول از جمله وزارت امور خارجه از آن اطلاع داشته باشند؟ میگه که حداقل شاید بتوان گفت این عملیات ها به نام ایران صورت گرفته است. نگاه کنید حرفی که الان آقای عابدینی هم میگفت که مقامات جنبندی به اصطلاح سرویس های امنیتی بلژیک هست. خب این سفیر خود رژیم داره میگه شاید بتوان گفت این عملیات ها به نام ایران صورت میگیرد،
اما وقتی که در رابطه شما با کشور اروپایی در یک دوره 3-4 ساله چندین مورد از این گونه مسائل رخ میدهد و از دیگر سو اون رابطه تنگاتنگ نیز وجود ندارد، یعنی در میه رابطه خرابه با اروپایی ها، این مسائل مشکلاتی ایجاد میکند و اعتماد امنیتی که باید وجود داشته باشد را از بین میبرد. ما نیاز داریم که یک نوع احساس امنیت و اعتماد نسبت به ایران در دنیا ایجاد کنیم و از انجام مواردی که باعث خدشه‌دار شدن و این اعتماد میشود پرهیز کنیم. و حالا بنابراین نگاه کنین، این آدم که از این نوع حرفا بازم ادامه میده، حرفش در یک جمله در یک کلام اینه، میگه اولا این که شما میگین که دستگیر کردن، خب دلایل دارن، اسناد دارن، مدارک دارن، ما میتونیم رد کنیم اینا، که بعد ما چرا این کارو میکنیم؟ خب این کار موجب میشه که ما که اعتماد ندارن بمون همین الانم هم. همین الان اروپا ما رابطشون خوب نیست، آخه بدتر میشه این، بنابراین نکنیم این کارو. حالا میخوایم بکنیم، حداقل بگیم که اینا خودسرانه نکنین، داره در واقع جمع میزنه وضعیتش. حالا این آقای سفیر این حرفا رو زد، بعد چه اتفاقی افتاد؟ رژیم در واقع سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران علیه آقای خبرگزاری ایسنا شکایت کرد. چرا؟ اونم براتون میخونم. میگه که مدیر عامل خبرگزاری ایسنا به اتهام نشر اکاذیب محکوم شد. حالا میگه که روز 11 خرداد سال 99، یعنی مثلا 3 ماه بعد از اون، شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد. به گزارش ایسنا در این جلسه به پرونده علی متقیان مدیر عامل خبرگزاری ایسنا و علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان و اکرم احقاقی خبرگزار خبرنگار ایسنا هر 3 نفر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت سازمان اطلاعات سپاه رسیدگی شد. نکنین سپاه اطلاعات سپاه پاسداران به این آقای سفیر که این حرف رو زده، سفیر خود رژیم، شکایت کرده به دادگاه خود رژیم علیه خبرگزاری ایسنا خود رژیم و سفیر خود رژیم و خبرنگار خود رژیم. بعد نتیجه چی شده؟ نتیجه این شد که میگه که مدیر عامل خبرگزاری ایسنا روز 11 خرداد توسط دادگاه مطبوعات در شعبه ششم دادگاه کیفری که استان تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است. حالا محکومیتش چیه؟ بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون مطبوعات ایران، متقیان بر اساس اتهام عنوان شده میتواند به 2 ماه تا 2 سال زندان، 74 ضرب شلاق، جریمه نقدی و یا هر نوع ترکیبی از این مجازات ها روبرو شود. خب نگاه کنین، بازم اینم ادامه داره. سفیر رژیم که 40 سال بر رژیم کار میکرده، از رژیم داره دفاع میکنه، از موضع مصالح رژیم داره حرف میزنه، راه حل هم نشون میده، ولی اونقدر این کیس برای رژیم حساسه، اونقدر براش مهمه، اونقدر از این کیس میترسه که اجازه این که کوچکترین شکافی در درون رژیم در مورد این کیس داده بشه رو نمیده. و وقتی سفیرش حرفو میزنه، هم سفیر رو، هم مدیر عامل خبرگزاری ایسنا رو و همون خبرنگاری که جرئت کرد این سوالو بکنه رو، همه رو چیکار میکنه؟ دادگاهی میکنه و بعد هم خبرگزاری ایسنا رو محکوم میکنه. بنابراین من میخوام بگم که وقتی برگردیم به سوال قبلی، که این کیس کلیت رژیمه، یا به اصطلاح تمامیت رژیم، همونجوری که هم سخنرانای امروز و وکلامون گفتن و همین الان خودمون استدلال کردیم، در واقع کیس تمامیت رژیمه. به همین خاطر هم تا این حد نسبت به این موضوع حساسیت نشون میده که میترسه، به شدت میترسه کوچکترین شکافی در درون رژیم باز بشه. و جهت اطلاعاتون، مدتی هم هست که به قول معروف سکوت مرگ گرفته، علیرغم اینکه روزنامه‌های متعدد دنیا، رسانه‌های متعدد اخبار بسیار زیادی در مورد این کیس منتشر کردن، فقط یک بار سخنگوی وزارت خارجه یه جمله گفت و رد شد. در واقع اونم به خاطر اینکه به قول معروف خالی نبودن عریضه. در گذشته اینجور نبود، پشت سر هم سخنگوی وزارت خارجه در مورد این مسئله موضع‌گیری می‌کرد و میگفت ما داریم بررسی می‌کنیم، داریم مذاکره می‌کنیم، وکلا دارن کار می‌کنن، ولی الان به نظر میاد که کم کم کفیر رژیم در این کیس داره بیتای دیگه میخوره. بله، صحبت خیلی جالبی بود، اطلاعاتی که کمتر کسی در جریان بود به این صورت منسجم که شما مطرح کردید. اجازه بدید سوال بعدی رو از آقای آبدینی بپرسیم. در جریان این پرونده تعدادی شاکی خصوصی هم وجود داشته که اعلام کردن، از جمله خود شما یک شاکی خصوصی بودید. سوالم اینه که چرا شما به عنوان شاکی خصوصی وارد این پرونده شدید؟ خب من فکر می‌کنم که دلایل مختلفی وجود داره، ولی اجازه بدید من به
دو سه دلیل مشخص اشاره کنم. همونطوری که خودتون گفتید، من خودم قربانی تروریسم رژیم بودم و بعد از اینکه به شدت مجروح شدم و ده ها عمل جراحی روی من انجام شد، دوبارم در واقع تروریست های رژیم تلاش کردم من در حالی که در بیمارستان در حالت نیمه کما به سر می بردم من رو به اصطلاح بیان و جنایتشون رو تموم بکنن و من رو به اصطلاح در حالی که تو بیمارستان بودم بکشن. خب من خیلی در صحنه های سیاسی و بین المللی در این رابطه شهادت دادم و چون خیلی از همکارانمون، خیلی از کسانی که من این افتخار رو داشتم که باهاشون در پروژه های مختلف شرکت کنم، از جمله دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر و همچنین شهید محمد حسین نقدی، من با اونها در چندین پروژه شرکت داشتم و ثانیه من خودم در صحنه گردهمایی عظیم ویلپن شرکت داشتم که قرار بود هدف بمبگذاری قرار بگیره و هیئت بزرگی از پارلمان انگلستان و حقوقدانان ارشد و شخصیت‌های برجسته انگلستان و برخی دیگه از کشورها از جمله ایرلند و غیره رو ما دعوت کرده بودیم. فقط یک هیئت 40 نفره از پارلمانترها و شخصیت‌های انگلیسی در این گردهمایی حضور داشتند. خب برای اولین بار در موضوع تروریسم رژیم به این شکل گیر افتاده و ضربه‌ای که از خود خامنه‌ای تا روحانی و ظریف و دستگاه اطلاعاتیش پشتش بوده، همونطور که الان آقای زاهدی توضیح دادن، که برای انتقامگیری از نقش مجاهدین در قیام دیماه 96 به اصطلاح میخواستن این ضربه رو وارد کنن، الان این تبدیل شده به بزرگترین ضربه به رژیم و من برای اینکه عدالت درباره سایر قربانیان تروریسم رژیم نیز به مورد اجرا گذاشته بشه به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده حضور دارم و بی تردید محاکمه و محکومیت اسدی و سایر مزدوران در آینده و بعد هم افشای انبوه اطلاعات این پرونده ضربه بسیار مهلکی و کمرشکنی به رژیم و تروریسم اون وارد خواهد کردش. بله آقای زاهدی، یک سوال دیگه داشتیم در رابطه با خود موضوع این اسدی. از نظر حقوقی چه اتهاماتی توی این پرونده متوجه این دیپلمات تروریست هست؟ بله، عرض شود خدمتتون که همجور که میدونین این پرونده در واقع به لحاظ جرم، خب خود جرم واقع نشده، یعنی در واقع اینا خب شکست خوردن دیگه، در واقع رژیم شکست خورد و دستگیر شدند، بنابراین اون کاری که میخواستن بکنن نتونستن بکنن. بله. اینجاست که این سوال یه مقدار جدی میشه، پس بنابراین چه کاری کردن؟ ببینید به این ترتیب هست، برای اینکه به اصطلاح روشن باشه که تصویر حقوقی پرونده چیه، دو نفر بودن به اسم امیر سعدونی و نسیمه نامی. این دو نفر در واقع کسانی بودن که داشتن بمب رو حمل میکردن که ببرن در ویلپند اونجا بگذارن و اونجا منفجر بشین. بله. بنابراین این دو نفر نفر اصلی هن. به این معنی که عاملان این جرم، حالا الان میگم که این جرم چگونه توصیف میشه، این دو نفرن. اسدی در واقع کسی است که تأمین کرده این امکانات رو، دستور رو صادر کرده، اون امکانات رو در اختیار اینا قرار داده، پول بهشون داده، همه امکانات لازم فراهم کرده برای این کار صورت بگیره. بنابراین اگر بخوایم با توصیف حقوقی بیان کنیم، این دو نفر میشن مباشر، اسدی میشه سبب یا در واقع علت. بله. ولی سببی که به قول اصطلاح حقوقی سبب اقوا از مباشره، یعنی اگر که اسدی رو از این معادله حذف کنیم، خب کل معادله در صحنه، حالا منهای رژیم، از هم میپاشه. بنابراین روشنه که اون دو نفر نفر اصلی هستن، بعد هم اسدی هم اونها ملحق میشه، نفر سوم، نفر چهارم هست به اسم مهرداد عارفانی که اون هم در واقع نقش خودش رو در صحنه به عهده داشته. این چهار نفر میشن به اصطلاح افرادی که میخواستن این جرم مرتکب بشن. اما جرم چیه؟ این جرم اینه که میخواستن یک عمل جنایتکارانه بزرگ تروریستی مرتکب بشن. بله. این عمل رو انجام ندادن، پس چه کار کردن؟ ببینید اینجوری، اینجا حالا با توصیف کرد اینجوری توصیف میشه که اگر کسی تمام امکانات ارتکاب جرم رو فراهم بکنه، هم سلاح تهیه کنه، هم حرکت کنه، هم همه امکاناتش رو به کار بگیره، بعد یک عامل خارجی خارج از اراده اون شخص، اون اشخاص جلو اونو مانع اون بشه، به این میگن در اصطلاح حقوقی بهش میگن شروع به جرم. بنابراین عمل اونها شروع به جرم بوده. وقتی کسی شروع به جرم میکنه، شروع به جرم خودش، ذات خودش یک جرمه، بنابراین مجازات داره. به همین خاطر اینها در واقع دادگاهی شدن و الان کیسشون همین شکلی که الان جریان داره
داره پیش میره. البته چون عمل هم تروریستیه، بنابراین یک وجه مشدد جدی هم کسب میکنه که قصد اینها این بوده که قتل تروریستی انجام بدند. حالا شاید، این من میگم شاید به خاطر اینکه من دارم در واقع از موضوع تکنیک حقوقی دارم میگم، شاید بشه این رو توصیف کرد که اون عمل چون عمل بزرگی بوده، چون جمع بزرگی در بر میگرفته، چون اگر خدای نکردم اینجور گفتن این عمل موفق میشد، صدها نفر ممکن کشته بشن، هزاران نفر زیر دست و پا له بشن، یه چنین اتفاق ممکن بیفته تو اون سالن بسته. بنابراین میتونه در منطق خشک حقوقی به عنوان جنایت بشریت هم تلقی بشه. بله. بنابراین شروع این کارم میشه شروع به همین عمل. پس بنابراین در گام اول، در توصیف اول، در تعریف اول، عمل اینها عبارت هست از شروع به یک جرم تروریستی با قصد قتل، با قصد کشتار، با قصد ارتکاب حالا جنایت علیه بشریت، که البته جنایت بشریت که من دارم میگم این توی این بیشتر تئوریه و نه به اصطلاح تئوری حقوقیه. بله، رسمی نیست. رسمیش همون ارتکاب قتل. در واقع میخواستن کشتار بکنن. کیو میخواستن بکشن؟ معلوم نیست. میسن کیو میخوان بکشن؟ میخواستن همه رو بکشن. این روشنه که بالاخره توی این عمل هدف یک اینها بسیار روشنه. خان رجایی بوده. این تردید درش نیست. رژیم دشمنش روشنه کیه. ولی اینکه دیگه کیا رو میخواستن بکشن؟ خب هر کسی که باشه میخواستن بکشن. بنابراین خود این عمل که مشخص نیست که سوژه قتل کی هست، این خودش از اسباب تشدید کننده جرمه. برای اینکه یک قتل به قول معروف اگه بخوایم با اصطلاحات غیر حقوقی بگیم میشه قتل کور دیگه، کشتار کور، یک کشتار کور میخواستن مرتکب بشن. بنابراین این به اصطلاح اتهام اول یا محور اول اتهامات این چهار نفره، اون دو نفر گفتم مباشرن، اسدی و اون یکی هم سبب هستن، ولی سبب به خود به طور خاص هم اسدی سبب اقوا از مباشر، یعنی در واقع اسدی در ماهیت پرونده متهم ردیف اوله. من. حالا غیر از این پدیده، غیر از این عمل که این عمل شروع به جرمه، اینها یک جرم دیگه هم مرتکب شدن، چون جرم یعنی عملی که قانون اون براش مجازات تعیین میکنه، هیچ معنی دیگه نداره. جرم یعنی عملی که قانون براش مجازات تعیین میکنه. حالا عمل دیگه که انجام دادن چیه؟ اینها تشکیل یک گروه تروریستی دادن. از کی؟ از سال 2007. یعنی از سال 2007 که این ارتباطات شروع شده، ارتباطات همین نسیم نعامی و سعدونی با وزارت اطلاعات، در واقع تمامی کارهایی که تو این فاصله کردن، از جاسوسی کردن، از پولایی که گرفتن، از خبرایی که رد کردن، از سفرایی که کردن، از ملاقاتایی که کردن، انواع اقسام این کارا کردن، هزاران عمل انجام دادن. این عملا برای چی بوده؟ این عملا همش در واقع مقدمه بوده، به اصطلاح تدارک بوده برای یک عمل تروریستی. الان مشخص میشه برای این بوده دیگه. بنابراین تمام این کاراشون از همون زمان، ترکیب اینا با هم دیگه، این چهار نفر میشه یک گروه تروریستی. تشکیل گروه تروریستی، ببینید اینجوریه، تشکیل گروه تروریستی خودش صرف نظر اینکه چه نتیجه داشته باشه یک جرمه. بنابراین این چهار نفر در مقابل دو اتهام قرار گرفتن. یک اتهام عبارت است از اقدام به قتل تروریستی، اتهام دوم تشکیل یک گروه تروریستی، یک سازمان تروریستی، و اینا در برابر دادگاه باید با این دو اتهام پاسخ بدن. بله. آقای آبدینی، صحبت مسائل حقوقی شد، یک سوال دیگه داشتم از شما. متوجه شدیم که دو نماینده پارلمان انگلستان هم در زمره شاکیان خصوصی هستند، آقایان باب بلکمن و راجر گاتسیف. سوالم اینه که این نمایندگان چرا وارد این کیس شدن، این پرونده شدن، و معنی اون چیه؟ خب دو نماینده پارلمان انگلستان که شما گفتید، آقای باب بلکمن نماینده برجسته و ارشد محافظه‌کار و آقای راجر گاتسی که برای بیش از 27 سال نماینده پارلمان انگلستان بود از حزب کارگر، در واقع این دو نماینده به نمایندگی از بخش بزرگی از پارلمان انگلستان وارد این کیس شدن. چون همونطور که خدمتون گفتم حدود 40 نفر هیئت انگلیس بودن که در گرد همایی ویلپند در روز 30 ژوئن 2018 شرکت داشتن. آقای باب بلکمن به عنوان دبیر اجرایی کمیته 1922 که کمیته بسیار مهم تمام پارلمانترهای غیر دولتی رو تشکیل میده، و آقای گاتسیف در واقع با شرکت خودشون این بیانگر این هستش که یک اتفاق نظر و یک اجماع بین المللی بر علیه رژیم آخوندی و تروریسم اون وجود داره
چون بارها نمایندگان پارلمان انگلستان در قطعنامه های مختلف از جمله اتفاقا خود آقای با بلکمن در یک قطعنامه اضطراری که قطعنامه اضطراری 1525 رو در روز 16 جولای 2018، یعنی یه چیزی بیشتر از 2 هفته بعد از کشف این توطئه ثبت کردند که 76 نماینده پارلمان اون رو مورد حمایت قرار دادن، که عنوان اون هم این بود که توطئه بمبگذاری گرد همایی اپوزیسیون ایران در پاریس، که این قطعنامه بسیار مهمی بود که در اون گفته میشه که پارلمان انگلستان به شدت توطئه بمبگذاری تروریستی گرد همایی مقاومت ایران تحت عنوان ایران آزاد رو محکوم میکنه و خواهان محاکمه قاطع اسدالله اسدی و اخراج تمامی ماموران اطلاعاتی رژیم تحت هر عنوانی که باشند، ولی اونهایی که در خدمت وزارت اطلاعات هستن، از انگلستان و اروپا فرا میخونه. در پایان این قطعنامه به وحشت رژیم از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم اسم میبره. همچنین هر دو نماینده، یعنی آقای بلکمن و آقای گاتسیف، در یک کنفرانس اینترنتی آنلاین که روز 15 اکتبر در انگلستان برگزار شد و توی اون 15 نفر از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های برجسته انگلیس و برخی از نمایندگان پارلمان ایرلند شرکت داشتند، در رابطه با همین کیس از انگلیس و کشورهای اروپایی خواستند که سپاه پاسداران رژیم آخوندی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنه و اقدامات هماهنگی مثل بستن سفارتخانه‌های رژیم و اخراج دیپلمات‌های رژیم رو به عنوان بخشی از سیاست قاطع خودش در قبال ایران در نظر بگیره. رئیس این جلسه هم که آقای استیونسون بود، سخنان نمایندگان و شخصیت‌ها رو جمع‌بندی کرد و گفتن که ظریف به عنوان وزیر خارجه مسئول در واقع ارتش سفرا و کارکنان دیپلماتیک رژیم هست و در نتیجه مسئول توطئه‌های تروریستی سال 2018 هستش. رئیس جلسه همچنین توصیه های سیاسی ارائه شده در کنفرانس رو خلاصه کرد و گفت، من این قسمت رو براتون میخونم: امروز ما از اروپا میخواهیم یک سیاست قاطع علیه ایران اتخاذ کنه. ما از دولت های اروپایی میخواهیم که اقدامات هماهنگ نظیر بستن سفارت های ایران و اخراج دیپلمات های رژیم رو در نظر بگیرن و هر گونه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با رژیم ایران رو مشروط به رها کردن قابل تایید تروریسم دولتی بکنند. که خب خیلی سخنرانای متعددی هستن، من برای اینکه طولانی نشه به یک دو نمونه بسنده کردم. خود آقای بلکمن در این جلسه یک ابتکار جدیدی رو از طرف 70 نماینده از چند کشور مهم اروپایی من جمله انگلستان که بیانیه رو امضا کردند که توسط آقای بلکمن به عنوان رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک این بیانیه ارائه شده بود، گفتن که ما در حمایت از توصیه‌های سیاسی ارائه شده امروز که همچنین دارای حمایت گسترده و فراحزبی در مجلس عوام و اعیان انگلستان هستش، ما این بیانیه رو ارائه کردیم و همچنین فاش کردن که در گرد همایی 2018 چطور نمایندگان انگلستان میتونستن در واقع هدف این توطئه تروریستی قرار بگیرن. من یک بار دیگه تشکر میکنیم از میهمانان برنامه در این قسمت، دکتر سناوغ زاهدی و حسین آبدینی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.